به نشست تجربه های داستانی خوش آمدید. این نشست به همت بنیاد رسانه‌ای زمانه، زمانه مدیا، که دوستان در اینجا به نام رادیو زمانه اون رو بیشتر میشناسند، برگزار میشه. و در واقع اگر اجازه بدید، من خودم رو رضا حاجی حسینی به عنوان دبیر سایت دادخواست به شما معرفی بکنم، برای اینکه ما امشب زیاد درباره این سایت صحبت خواهیم کرد و اساساً یکی از دلایل و انگیزه های برگزاری این نشست آغاز به کار رسمی این سایت و هدف و چشم‌انداز و دورنمایی که داریم این است که این سایت با یک هیئت مدیره مستقل اداره بشه و این نشست ها هم برای تأمین این نتیجه و رسیدن به این نقطه است. کسانی که صدای من رو و تصویر من رو زنده می‌بینند مطلع باشند که ما تا دقایقی پیش داشتیم فیلم او به یاد می‌آورد از خانم پرستو فروهر رو می‌دیدیم. نام پرستو فروهر طبیعتاً گره خورده است با بیش از 20 سال دادخواهی برای پدر و مادر او، پروانه اسکندری و داریوش فروهر. اما او در فیلمش موضوع خاوران رو برجسته کرده بود و به این موضوع پرداخته بود و همینطوری که بخش از صحبت‌های او درباره این فیلم در نشستی که در برلین برگزار شده بود نمایش داده شد. از این به بعد ما بناست که با سه سخنرانی و بعد هم با یک میزگرد و پرسش و پاسخ با شما باشیم. من اگر اجازه بدید دعوت بکنم از اولین سخنرانمون، سرکار خانم منیره برادران، از زندانیان سیاسی دهه 60 که تجربه نوشتن مقاله های متعدد و کتاب در زمینه آنچه که برایشان گذشته رو داشتند، و ایشون قرار است که با این موضوع تجربه های من از دادخواهی با شما صحبت بکنه. خانم برادران، خواهش می‌کنم. خوشحالم از ساعتم گوشتم اینجا، چون گفتن که من زمان محدودی دارم و من قرار سعی میکنم که به جایی برسونم، ولی گفتنم که سوال جوابم هستش، من ممکن نتونم به همه نکاتی که میخوام اینجا بپردازم و خوشحال میشم که در مورد سوال جواب بیشتر بپردازیم بهش. ببینید، موضوع در عنوان شب که میبینی من این رو خودم گذاشتم، این رو خودم پیشنهاد کردم، این هستش که من امشب میخوام از تجربه های خودم از دادخواهی صحبت بکنم و دقیقا رو اینجور بگیم که دقیقا نگاهی که به من دادخواهی من داشتم به دادخواهی و دارم، یعنی دقیقا امروز من این بحث رو با شما در میون بذارم. یعنی بخشی از این صحبت که امشب من میخوام دقیقا درگیری ها چالش های خودم با خودم هست و همچنین پرسش ها و دقیقا هیچ چیز قطعیتی نمیتونم بگم و شاید هم خوبم باشه که بتونیم در سوال جواب بتونیم در قطعی در جستجوی پاسخ‌هایی باشه مشترک براش. ببینید، خب من در مورد معنی دادخواهی که معمولا باید اینجا صحبت بشه، البته اگر آقای دایجی بتونن بیان که خب ایشون بهتر صحبت خواهند کرد در این باره، ولی خب خیلی روشن هستش که بحثی که ما اینجا می‌کنیم در مورد دادخواهی، بحث مثلا دادخواهی به طور آمی که وجود داره در هر کشوری، بالاخره با اون ساختارهای حالا خوب و بدش اینا که انجامش در مورد مثلا یک قتل، یک جنایتی، یک تبهکاری، این خیلی متفاوته. در اینجا در این دادخواهی که مورد نظر ما هستش، فقط اون به اصطلاح اون متهم خود ساختار حکومتیه و حکومتگران هستن و بعدش هم قضیه فردی نیست، درچه ممکن در یک دادگاه شاکی فرد هم باشه ولی جنایت‌های به اصطلاح جمعیه. بعد این هستش که خب این دقت خیلی به اصطلاح قصن قضیه رو کاملا سیاسی میکنه، یعنی هم حقوقی که هستش که حقوق به اصطلاح ویژه‌ای و همچنین سیاسی. و بعد این مسئله رو ما باز میدونیم که من فقط کلی اشاره میکنم که این موضوع، این
دقیق بحث دادخواهی در دهه 80 به ویژه میگم به اصطلاح میاد به مقولات جهانی میشه و دقیق یک نگاه جدید رو در تصریح حساب با جنایت های مسکوت گذشته و تبدیل اون به یک حرکت به جنبش ایجاد میکنه و خب ما این رو در آمریکا لاتین به بیشتر شروعش رو مواجه میدیم ولی بعد گسترش پیدا کرد و در دهه 80 مثلا میلادی ببخشید من اینجا ممکن استش در این دهه ها با زمان میلادی و شمسی قاطی بکنم. حالا من بیام روی صحبت خود من هم در حقیقت به اصطلاح نقطه حرکت من با این موضوع در میشه گفت در دهه اواخر دهه 60 دهه 70 شمسی هستش، دقیقا همون دوری هستش که دهه 90 مثلا میلادی اگه بخوام بگم که من بعد از اینکه از زندان آزاد میشم خوب همه میدونی که من با نوشتن خاطراتم شروع کردم و دقیقا این به اصطلاح برای من آغازی میشه که وارد این مبحث دادخواهی میشم و برای من تجربه جدیدی بود و خیلی متفاوت بود. دقیقا من باختم با کلنجار میرفتم چون مسئله برای من اینم بگم که به این تجربه من از خودم حرکت میکنم اینجا چون برای من نمیخوام که یک کلیتی کوکی بدم و نمیخوام عمومیتش بدم ولی خب ممکن استش که به اصطلاح تجربه خیلی بخشی از ما باشه ولی من سعی میکنم که از خودم حرکت بکنم و این برای من نقطه حرکت من یه نگاه حقوق بشری بود در آشنایی با مثل دادخواهی و اصلا کلن قدم گذاشت در این حوزه که حتی با نوشتن حقیقت سال شروع که من حتی در زندان هم دقیقا این مثلا یک فیلم کنم که دقیقا تحول تو من بود توجه به مسئله که فکر میکردم که ما بهش میتوجه بودیم و برای من از اون فاجعه یه شست این مسئله خیلی برجسته میشه. شما میدونید که دقیقا این بیانیه جانی باشد که در آستانش هستیم در 71 هستیم از نکبت جنگ دوم و نکبت هولوکاست در میاد یه جوری برای من همون نکبت و جنایت دهه 60 یه جوری منو وارد یعنی با این سوال بزرگی مواجه میکنه که چرا کشتن؟ اگر دنیا میدونست، اگر نهادهای جهان حقوق بشری و لیول میدونستن آیا نمیستن کاری انجام بدن؟ اینقدر باید اینا رو کشتن و به بیشتر سال 60 رفت این دقیقا این برای من و بعد به یاد می آوردم در همون زندان که ما سال 58 دقیقا در همون سال اول انقلاب نسبت به مسئله اون اعدام ها که اون موجه بزرگ اعدام ها شروع میشه پچه مثلا خشونت و چیزی بی توجه بودیم یعنی کمتر بگم یا دقیقا نمیدیم تا وقتی که میاد مسئله خودمون و دقیقا این منم اصلا با مسئله موضوعات اعدام به شکل خیلی اساسی یعنی خیلی دقیقا یه جور ریشه منو درگیر میکنه با خود من و بعد من این حالا البته منتقدینی بهتر میتونم بگم در مورد کتاب حقیقت ساده ولی فکر میکنم که من اگر این کتاب رو مثلا قبل از زندان مینوشتم از من زمان شام زندان بودم مدت کوتاهی ولی قطعا اینجور نبود یعنی میخوام بگم که در قطع این نگاهی تحول در نگاه من بود ها تبدیلی حالا ارزش گذاری میخوام بکنم بود که در قطع اصطلاحی اینجوری میتونم بنویسم و حالا من میگم تجربه خود من فهم کنم که در حقیقت در مورد بقیه هم که در اون دهه 70 شمسی شدن بنویشتن در حقیقت این یک نگاهی یه جور متفاوت با اون قبل یه جور عمل میکنه در حقیقت حالا من اون نگاه متفاوت میتونم بیشتر توضیح بدم فردیت توش من راوی توش بسیار جایگاهی داره که قبلا ما نداشتیم و بعد مهم هستش که من در تجربه خودم که میگم من از نگاه شهادت تو دیگه میذارم فاصله میگیرم شهادت به معنی نگب گواهی گواهی بلکه به معنی دقیق این که در یک آرمانی که هستش این مرد هم در اون بخشی از اون زندگی آرمانیه این چون من خودم خب در قبل از انقلابم جز خانده ها بودم خودم زندانی بودم و هر حال یه جوری با این مقرات تا یه حدی آشنا بودم یعنی زندگی کردم من کار تحقیق منها و بعد دقیقا این 57 و 58 هم عمل میکرد در بین خانواده ها هم این درکی که شهادت میدید برای من وقت اون اعدام ها اصلا شهادت نبود یعنی اوج نکبت اوج مثلا جنایت بود و نباید میشود یعنی من یعنی فکر کردم که میشه ما بدیم به این جایی که بگیم که فعالیت سیاسی باشه مخالفت سیاسی باشه به هر شکلیش ولی این حق حیات و حق اینکه شکنجه نشه انسان این حق رو داره و این یک جور نگاه مذهب حقوق بشری بود و
و بعد این فقط شروع مثلا بگم وارد شدن من تو این مقوله که شروع میکنم خب بر نوشتن و اینها و همچنین سر فعالیت ها و در زمان و یه دقیقا در دهه زندگی میکنم در یه عصری بگم حالا مسئله فقط اون زمان رو در اون 80 و 90ش نیست بلکه در قطع زمانی هستش که در قطع یک امیدی به دادخواهی از منظر حقوقی وجود داره که منم در قطع همچه اشاره کردم از منظر حقوقی و بشری باز میشم وجود داره هنوز سازمان ملل و نهادهاش میثاقاش هنوز یه جوری تاثیر گذاری داره حالا نه که بگیم که اینا قدرت اجرایی نداشتن و خب همون موقع هم جنات اتفاق میفته مثل رواندا مثل جنگ یوگسلاوی بیخ گوشمون خب خیلی چیزهای دیگه ولی به هر حال باز اینا دخالتگری داشتن و در اون دهه کمیسیون حقیقت خیلی بیشتر از دهه 80 شروع شد از اول دهه 80 حتی اواخر دهه 70 در میلادی در آرژانتین شروع شده بوده ادامه داشته در دهه 90 خیلی بیشتر میشه ما مثلا تجربه خیلی بزرگی که همه میشناسیم در جهان مطرح شده به ما معرفی شده مثلا کمیسیون حقیقت آفریقای جنوبی هستش و بعد اون وقت مسئله اون اواخر دهه هستش که دستگیری پینوشه هستش و بعد اون وقت مسئله اینکه به محاکم کشته بشه که این چه تحصیل جهانی میکنه چه عمدی جهان میکنه در همون سالهای آخر دهه 90 سال 98 با اساسنامه روم آشنا میشیم که یک امیدی خیلی بزرگی ایجاد میکنه برای اینه که جنایت ها که ما تجربه کردیم یعنی در ما در کشور خودمون در جایی وجود داشته این جنایت ها میتونه بی‌عواقب نمونه میتونه همینجوری مسکوت نمونه میشه امید وصل به نهادهای بین‌المللی که در قطع این وزفر داشته باشن که به اینا رسیدگی بکنن و که بعد دادگاه کیفری از توش در میاد و بعد همچون کمیسیون حقیقت رو نمیدونم اشاره نکردم کمیسیون حقیقت که من در باشم کتاب نوشتم علی فراموشی به این موضوع پرداختم و رفتم نه که خودم حضور داشته باشم بلکه از طریق خونده هم دنبال کردن این بحث هایی که سال ها وجود داشت در این ور اون ور کتاب ها و روزنامه ها دنبال کردم در قطع اینه که اون تجربه برای من خیلی خیلی یعنی یه جوری اون دکنده به من همیشه این کتاب با اون آرزو نوشتم و اونجا نوشتم با این آرزو که در کشور ما هم یه روزی این کمیسیون حقیقت تشکیل بشه در قطع یه جایی که همینجوری نمونه همینجوری فراموش نشه یه جایی مثلا ثبت بشه یه جایی بیاد توی اون خودآگاهی جامعه ما و این در قطع تصویری بود که من خیلی خیلی کوتاه اینجا میخوام بگم که از مثلا شروع خودم وارد شدم در این عرصه مطرح میکنم و بعد حالا که در قطع در یک صده و هزار دیگری هستیم شاید از در زمانی مثلا بگیم شاید مثلا بگیم 20 و چند سال بگم چیز شاید عمرست مثلا سالها زمان زیادی نباشه در این عمر بشری و حتی عمر ما ولی اینقدر تحولات بزرگی بوده که انگار که این واقعا صده و هزاره ایه انگار که مثلا وقتی ما سال 96 انگار که مثلا واقعا یک قرن پیشه در یعنی من در سطح جهانی تغییری که میبینیم این هستش که دیگه میبینیم که این نقش سازمان ملل در اون جنگ ها و اینها و همچنین نهادهاشون خیلی خیلی کم رنگ تر میشه البته آقای لاجران رسیدن خوشحالم که شما اومدین خوش اومدین ممکنه نظر دیگه داشته باشن تجربهشون بیشتر از من هستش ولی برای با تجربه من این خیلی کم رنگ تر میشه و تکیه بر جهان شمولی حقوق بشر هم که در اون کنفرانس جهانی سال دبلیان بود سال 93 فکر بودم تازه اومده بودم از ایران از زندان که تحقیق بزرگی میکنه برای مسئله جهان شمولیش امروز هم یه جورایی کسی ردش نمیکنه جرأت نمیکنه ردش بکنه ولی به نظر میسه که خیلی یعنی کم رنگتر میشه یعنی خیلی سال اتفاق گفته که نقض اون هستش از طرف هم کشورهای اسلامی مثل کشور خودمون و همچنین کشورهای انتخابات های بزرگ و مثلا میبینیم ما تضعیف اتحادی اروپا میبینیم که یک زمان امید بزرگ ایجاد کرده بود اتحادی عرب رو میبینیم که اصلا میپاشه
توافق میرم لالی خیلی خیلی کم نمیشه دقیقا اصلا هیچ نقشی خیلی خیلی کمتر نقشی بازی میکنن حتی بی نقش نقش بازی میکنن حتی قطنامه شورای حقوق بشر و کنوانسیون ها هم میگیم که میشه یعنی مطرح میشه همچنان ولی حداقل از دیدگاه من بی رنگتر میشن بی اثرتر میشن و همچنین این هستش که این پوسیدگی رژیم‌های استبدادی در جهان نمی‌بینیم که در حقیقت این جنبش‌هایی که می‌گیره که جنگی که می‌خواد بکنه با اون در یک بازی چرخه‌ای می‌افته که باز از توش در نمیاد یعنی از یک به اصطلاح خودم از یک چاره به چاره دیگه یعنی با یک امیدی که شروع می‌کنه در حقیقت اون توان نداره انگار یا اون قدرت چیزی که در جهان ترسیم تحصیل میشه شاید اونقدر اون قدرتش بیشتر هستش که این دقیقا اون چیز میتونم من منظورم اینجا مثال بخوام مثلا جمعش ها بهار ادبی هستش که میبینیم و اینها که دقیقا برای دموکراسی برای عدالتی برای ضد فساد و ضد استبداد هستش ولی باز میبینیم که از توش در این دوتا مثلا مثال مشخص مثلا حالا سوریه عراق لیبی حالا و همچون چیزهای دیگه و ما میبینیم که در اون موقع مثلا در دههای 80 و 90 میبینیم که چطور مثلا با اتحادیه‌های و به اصطلاح فراملیتی که شروع میشه و دقیقا این بحث هست امیدی هستش که بحث دیگر جهانی مطرح میشه و اینها ما میبینیم که این دقیقا الان این ملی‌گرایی به ویژه ناسیونالیسم مثلا شاید ملی‌گرایی نیست ناسیونالیسم که ما به عنوان منفی می‌بینیم الان این مثلا این کلان بیشتر شده مرسا مثلا همچنان بیشتر شده قد این اگر به صورت جهانی شدن سرمایه گویا فقط در سرمایه رفته ولی اصلا نتونست اون مرسا رو بیشتر از چیز سرمایه باز بکنه و ما امروز با انقراض مولتیزیست به طور خیلی خیلی جدی مواجه هستیم که باز این هم چیز جدیدی نیستش ولی امروز خیلی خیلی بیشتر یعنی دیگه خطر خیلی مثلا عاجلی هستش و یا آگاهی به این مسئله و در همچنین برای من که گفتم به کمیسای حقیقت خیلی من مثلا امیدی داشتم و هنوز هم میگم دارم و فکر کنم خیلی لازم ضروری هستش تشکیل بشه من امروز با تجربه که امروز دارم دقیقا میبینم در جای دیگه میبینم که این خود کمیسیون حقیقت فی نفسه میخوام بگم در چیزایی که مثبت داشتن ولی اگر با یه مسائل دیگه گره نخورن نه که روزبان خودشون بخوان اون مسائل پاسخ بدن ولی اگه گره نخورن مثل بیدرتی های اقتصادی و اینها میبینیم که و باز هم دقیقا اون دموکراسی باز هم یه جای دیگه فکر میشه که بازگشت ناپذیره بعد میتو بازگشت پذیر باشه مثلا ما امروز تغییرات شیل رو نگاه میکنیم میبینیم که دقیقا این یک جایی باز دوباره میتونه خشونت تکرار بشه در چالان کوتاه نظام شد خیلی خیلی بعید باشه نشه انتظار داشت ولی یا مثلا تو آفریقای جنوبی مثلا آدم گزارشات که میبینه و اینها مثلا میبینن که مردم میبینن تغییری در وضعیتشون ایجاد نمیشه گرچه دیگر مثلا میتونن سیاه هم سر اتوبوس بشن مثلا این تفکیک رنگ پوستی نیست که اینها ولی که همچنان بیداد و نابرابری همچنان حاکمه یعنی دقیقا نه البته منظورم این نبومش و تصور نمی کردم که کمیسیون حقیقت قراره همه مسائل جامعه رو پاسخ بده ولی نه وقت گیره پیوندی نمیخوره باز میتونه دقیقا بازگشت پذیر باشه اینو دقیقا یه سری تجربه های دقیقا به من هست دقیقا یه جوری خب نمیتونم برای من بدون سوال باشه با اینها و حالا و در بخوام بسابقیم که خب در کشور خودمون این مسئله چجوری در بسابقیم تو کشور خودمون پیش میاد این موضوع من در همون دهه 90 من دقیقا از خودم شروع کردم ما در کشور خودمون اون موقع شاهد یک سری حرکتایی هستیم حالا من چون میخوام دادخواهی بمونم همین مادران خاورانه رو مثال بزنم من نمیخوام صحبت کنم چون همه میدونید وقت منم محدود هستش این فیلم من روشن کرد ولی فقط دو تا نکته مهم مطلع میخوام این حرکت نشوندم یکی این هستش که اینا به تجمع و یه جور تشکل رو نتون بگیم چون تشکل توی اون فضای بسته بود این کام نیست ولی یه نوع تجمعی هست این از فضاهای خصوصی و خانگی میارن بیرون این مثلا سوکشون رو و سوکش تبدیل به مسئله اجتماعی این خیلی خیلی مهم بود و دیگه اینه که اینا از اون
مثلا که شدم شهادت، دقیقا این خانواده ها هم از اون درکی از شهادت از اعدام فاصله گرفتن و اتفاقا اونا بودن که تو نامه‌شون مطرح کردن که چرا کشتید. و من دقیقا من این چیزی که امروز مطرح کردم یه جور آموخته من هستش از حرکت خانواده خاوران. من دقیقا این به سالی نگاه که میگم من اون موقع از اونا آموختم و در زیر استقبالشون. و بعد اون وقت اون موقع اونها شبکه‌های اجتماعی رسانه اجتماعی اون موقع نبود، ولی تاثیر اونا حضور اجتماعیشون بیشتر بود. حالا نه فقط اینکه به این خاطر که تجمع داشتن در خارج از گودستان خاوران در یه جای تجمع کردن، نه صرف هم به این خاطر و یا نه صرف هم به این خاطر که صدها نفرم یه زمانهایی ما عکسای داریم از اون موقعی که صدها نفر شرکت داشتن، بلکه در حقیقت به خاطر اینکه خود اون خود یه حرکتی بود، خودش حضوری داشت اونجا. امروز به رغم اینکه ما میتونیم سریع خبر رو بگیم عکسار بگیریم، ولی حضور به نظرم اجتماعشون گسترده‌تر بود. یعنی یه جوری خودشون رو نکه بگم خیلی بزرگ اومیت بدن، ولی به هر حال فکر من بیشتر از حتی امروز که خیلی بیشتر میدونن در مورد اون جنایت ها و اون حضور خاوران، ولی فکر من حضور اجتماعشون رو بیشتر بود. و امروز که اگه برگردم یکی از همین دو چهار ماسه خاوران هستش، خب توی فرآیند تو جامعه ما خیلی طولانی شد. یعنی الان ما مثلا 40 سال هستش که از اون زمان میگذره. در این تغییرات، این تحولاتی توی مثلا من که مطالعه میکردم اینها در کشورم که لاتین حتی گواتمالا که طولانی‌تر بوده ولی اینقدر طولانی نبوده. این طولانی بودن مسئله فقط زمان است، بلکه دقیقا بسرهای دیگه رو میاره، مسائل بیشتر رو میاره و دقیقا این هستش که مسئله عمده غیر عمده رو دیگه خیلی نمیشه بیش تکیه کرد. یعنی همگی در کنار همدیگه یک چیزی رو، یک مجموعی رو میسازن. و الان متاسفانه در موضوع خاوران که میگیم این حضور بیشتر اومد تو حوزه های برحال مجازی و اینها، به خاطر خوبی که نیستن پدر و مادر رو متاسفانه ما رو ترک کردن خیلی هاشون. و خب همیشه جوانترهای اعضای جوانتر خانواده مثلا مجبورشتن کشور ترک کنن خیلی ها. برحال این چیز هم شکرچه وجود داره، ولی این مسئله من اصلا دوچار چیز نمی کنه که به این خاطر که خاوران کاری رو که باید میکنن انجام دن، یک کار بزرگی رو انجام دن. خاوران امروز دیگه یک واژه خیلی مشخصی دیگه نمیخواد بگه گولستان و خاوران در فرانجا تهران در فرانجا چی هست، سرگذشت تاریخش چی هست. یعنی دقیقا به یک آگاهی تا حدود دیگه هم اومده، جمعی اومده، به نوعی به حافظ جمعی اومده تا یک حدود خیلی زیادی و در تو ادبیات و تو هنر رفته. اینه که دقیقا این رو چون مسئله فقط این جنایتی که اون تو خواب اتفاق افتاده که نبوده که اونا دقیقا این که تبدیل میشه به این مثلا این خودش این به این سمبول، این خوب میدونی که خانده هایی ساختن این وضعی بزرگ رو انجام داره دقیقا برای همیشه میمونه. حتی اگر خودشون هم به هر حال بخششون در بین ما نباشن، من فکر میکنم که امروز ما دقیقا توی این اینکه چه باید کرد، ما که میخوام بگم باز من دقیقا فکر خودم برند و میخوام در اونو بذارم، این تصویر که دادم از فضا ممکنه خوب نامید کننده باشه. خب برای من هم یه جوری خوب چیز نیست که من دقیقا یک خیلی امید کننده نیستش، ولی من مثلا چی میگم به یک سرخوردگی دوشا نشدم، یعنی سرخوردگی نمیبینم. و چرا دقیقا فکر میکنم که یعنی من برای من اون موقع اون حرکت از اونجا بود، اون موقع خیلی مثبت مهم بوده. الان تغییرات صورت گرفته دیگه، زمانی گذشته، جهان شتاب بیشتری گرفته، تغییرات. و اینه که خب من شاید از اونجا با نستادم، ولی یه جایی واستادم، یعنی یه جایی میتونم واستم یا سعی میکنم که بیستم یه جایی جان پاها محکم بکنم. فکر میکنم که امروز دقیقا برمیگرده به اینه که این الان برای من امروز مثل دادخواهی رو فراتر از جنبه داد حقوقش میبینم، حقوقش و بشرش امروز برای من بیشتر جنبه سیاسی داره. سیاسی به چه مفهومی؟ خوب همون موقع هم سیاسی بود، چون گفتم ساختار حکومت به اصطلاح در مزنه اتهام در به اصطلاح متهمه چیز ما هستش. ولی امروز فکر میکنم که چرا این سیاسی، به این خاطر فکر میکنم که این دادخواهی یعنی زمانی دقیقا میتونه همچنان تاثیر گذاشت داشته باشه، دقیقا بتونه با حوزه‌های مختلف اون جنبش های اجتماعی یه جوری گره بخوره. حالا این گره هم شعاری ها نمیشه ها، ولی دقیقا بتونه خودش یه جورایی اون حضور داشته باشه. حضورم منظورم فقط حضور فیزیکی نیست، ولی مجموعه حضور هستش. و
مجموعه چیزا و یعنی این شاید زمان میبره، ولی تو این زمان یه چیزی تلاشی باید باشه. من سعی کنم تلاش سعی میکنم انجام بدم، سعی میکنم یه بنیه فرد در حقیقت این به اصطلاح این بمونه، یعنی روایتی تفسیری که یا بهتر بخوام بگم خانشی که من از اون به اصطلاح چیز دارم از اون دارم این بمونه. و در حقیقت امروز یه جوری این دعوای بین این به اصطلاح چیزاست، این روایت ها و خانش ها. من میخوام اینجا واژه خانش رو به کار برم، رو من از خواهم دارم در میارم. اینو دقیقا من بیشتر از روایت میخوام برخوام تفسیر بگم، چون روایت دقیقا میتونه به اصطلاح یه جور فردی باشه. من فکر کنم از خانش مظلوم هستش که مجموعی از روایت از خاطره جمعی و تبعیم و این تبعیم چجور تبعیم میکنه. در اینو دقیقا ما بتونیم وارد گفتمان بیشتر بتونیم وارد گفتمان اجتماعی سیاسی بکنیم، یعنی دقیقا یه جور بمونه. ما امروز تو این دنیای سرعت ما میبینیم که خب خیلی خبررسانی میشه میاد، مثلا وقتی رئیسی کاندید ریاست جمهوری میشه چقدر میبینیم که این خبر اینا خیلی خیلی مهمه میمونه، ولی اینا سریع فراموش میشه. این دقیقا میگن حافظه انسان امروز ها توی دنیا نفته، فقط برای ما خیلی خیلی کوتاه شده تا به یه روز و اینا. و اینه که بعد مهم الان برای من این هستش که اتفاقا خب پارسال که چون مثال گردو با بیشتر برمیگشته به گذشته و انقلاب، امروزه به نظر من این مسئله خانشی که میخوام بگم از اون موقع خیلی به نظر بیشتر با انقلاب 57 گره خورده. یعنی دقیقا مسئله انقلاب 57 تموم شده نیستش و به خاطر حالا کوتاه من باید اشاره کنم، دقیقا اینه که به خاطر اینکه اکتورهای سیاسی جامعه ما از خانشان متفاوتی، از روایت متفاوتی از اون انقلاب در جامعه دو همدیگه جنگ هست و ما بتونیم دقیقا اون خانش خودمون رو بتونیم بیشتر پختتر بکنیم، بیشتر بیاریم، یعنی بیشتر بتونیم روش بپردازیم. دقیقا به اون گره خورده، چون دقیقا پشت دهه 60 اون جنایت ها دقیقا یه تصویر حساب این مثلا حکومت هستش با اون انقلاب. و الان ما میبینیم که روایت متفاوتی هست، روایت سلطنتی بازگشت نوستالژیک به گذشته هستش که دیگه تموم شده و بعد اون وقت خب یک درک اصلاح‌طلبی هستش که دقیقا میخواد بگید که خب این خب اینا خوشبختانه مقابل خشونت بود و اینجوری و ما میدونیم که مثلا چیزی هست و بعد این هم یه جوری جا افتاده. مثلا ما خیلی مثلا من با مردم خیلی برخورد دارم میکنه که مثلا سوال کنم که خب چی کار کردن، یه کاری کردن که اینجور شد اینا. دقیقا این مسئله این هستش که اصلا یک درک‌های خیلی چیمیدن مبتذلی هستش که وجود داره از دادخواهی و اینا و همچنین خب حکومتی هم هستش که همچنان قدرت سرکوب داره و اینا. یعنی دقیقا میخوام چی بگم که این مسئله مثلا اون شخصیت ما باید بتونیم در با تبعین انقلاب، یعنی ما اون کلنجاری که با انقلاب رفتیم و مسئله به هر حال هنوز امروز هم این چیز نشده این بتونیم این گره رو نشون بدیم. شاید دقیقا ما اونجا بتونیم بیشتر از مسئله فرای ما خانواده ها که مثلا من زندان بودم، من بردم ادام شده، یعنی بتونیم دقیقا بیاریم تو اون چیزی که جنرات صورت گرفت، حقی از همه گرفته شد، از جامعه گرفته شد و ما امروز این وضعیت رو میبینیم. و بله اشاره کردم دقیقا امروز هم دقیقا این صفحه های مختلف هر کی مشروعیت خودش رو میبینیم که در اون انقلاب میجویه. موسوی در سال 88 میگه که بازگشت به گذشته اون دهه طلایی، یعنی مشروعیتش رو از اون انقلاب میگیره یکی دیگه. و خب من یواشه باید صحبت کوتاه بکنم دقیقا بله من هم اشاره کوتاه بکنم که دقیقا میخوام که دادخواهی به تاریخ نپیوسته، گرچه زمانی گذشته تاریخ موقعی هستش که دقیقا میده تو کتب و میده تو موزه ها و اینها. مسئله همچنان هستش، امروز هستش، ولی مهم هستش دقیقا این بتونه پیوند رو در موضوعات دیگه ببینه. یعنی من الان بود حقوقی محاکمه بلندلی یا کمیسیون حقیقت اینا جنبه های حقوقی شاید یعنی بتونه برای آینده، ولی مسئله امروز من چون میتونیم که اونجا این امکان پذیر نیست با وجود جمهوری اسلامی، دقیقا شاید ما بتونیم بگیم که امروز مسئله برای ما خیلی بیشتر برای من خیلی بعد سیاسیش مطرح هستش. و اشاره کردم دقیقا از نظر من اون خانش که میخوام بگم تکیه کنیم به اون خانش یه انباشت از مجموعه، گفتم حافظه، گفتم آگاهی و بعد برخورد خاطره ها، اون به اصطلاح کلنجا رفتن و این هستش. و بعد یه سری دیگه هم که من
اینجا خیلی کوتاه اینو بگم، اینه که من اشاره کردم در مادران خاوران که خانواده خاوران که اون موقع به رغم نبود رسانه ها چیزه حضورشون به نظر من از جمع به نظر من حضورشون اجتماعیشون در جامعه بیشتر بود و برای این هستش که امروز برای من این دنیای تو دنیای مثلا رسانه های دنیای مجازی و رسانه های مدرن من واقعا خودم گاهی موقع ها دوچاره میتونم دوچاره فریب حتی از ما حال من خودم بگم دوچاره فریب بشیم که دو مرز مثلا جامعه واقعی رو و دنیای واقعی رو و مجازی رو اجتماع بکنیم و دقیقا این خیلی میتونه ما رو به یه شعارهایی بکشونه دقیقا بیاریم تقریبش بدیم به یه سری شعارهایی که مثلا خب خشمون نشون میده در حالی که من از نظر من خشمم رو نمیخوام در قطع ببرم برای بیخوده برای چیزی که شعاره در قطع من میخوام خشمم تبدیل بشه به یک تاثیر گذاری به یک چیزی که بالاخره بتونه این اثر از رفت خودش به جا بذاره من همیشه این جمله که خوندم از یکی از مادران میو خیلی برام مهمه که میگه که ما اگر به رنجمون معنی ندیم فایده نداره یعنی دقیقا تو رنجی هم که دنبال یک چیزی میگرده که بتونه دقیقا تحصیل گذار باشه اینه که برای من دقیقا این سعی میکنم که دقیقا از اون بزار چیز شعار رو یا همیشه دقیقا این چیز داشت بخورم که این سعی میکنم دقیقا این بسیارا این مرز مجازی رو فریب این دنیای مجازی رو نمیدونیم یعنی نمیدونیم سوال بکنم که این چقدر واقعی یا نه بله من اگر سوال جواب باشه میتونه بیشتر در خدمتم باشه اگر وقتم زیاد